با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنین سعید بهبانی هستن در این چهارمین روز ماه ژانویه است چهارم ژانویه 2018 پنجشنبه است و مثل هر پنجشنبه میریم خدمت دوست بسیار خوب و نازنین محقق شاعر نویسنده اهل تاریخ جناب آقای اسماعیل وفایمی از ودی در مقدمه عرض ادب و احترام داشته باشیم خدمت این نازنین و بزرگوار آقای یغمایی به شما صمیمانه درود میفرستم درود, درود, بر... درود بر شما و درود بر بر شما و درود بر همه همیهنان عزیز به بح... امروز هم 14 دی است و ایران در التحاب همچنان در تب آزادی این مملکت در حال سوختن و رسیدن است میرسه بالاخره نوبت ما هم خواهد رسیدیم، آسیا آسیاب به گردون ولی نیاز به همت است این یکی به من میگفت این آقای منصور که آقا توی میگی میخوان آره آقا مردم میخوان تو خیابونن گفتم آره ولی باید بزرگان جامعه به این مردم دردمن کمک کنه و اده آدم عصبانی عده آدمی که شور ورشون داشته مرتب ناسزا میگن حرفای زش میزنن و میگن تو تقلیل دادی ماجرا رو میگی مردم گرسنه خب مردم گرسنه هم مردم چی در ایران فقره معنی فقر رو بلدی؟ فلاکته معنیشو بلدی؟ نه ما در آسایش در ممالک امن نشستی اون مردم تو ایران در شهرستانها نه در تهران اکسیژن هوا ندارن هوا فقر از این بالاتر گرسنگی از این بالاتر چی میخوای بشه به حال خبرها رو دنبال میکنی دستا یکی پس از دیگری رون میشود معلوم میشه دوستان کیان دشمنان کدامن و کیا به جد سخن میگوین کیا در حقیقت به تظاهر اما میدونی که این برنامه اختصاص به سیر تاریخ داره ما تاریخ رو از دو زاویه دنبال میکنیم یکی آنچه که مکتوب و مستند است و آنچه که آخوند اهریمن برای ما تعریف میکنه معرفشه در حقیقت و بهار در این راه کوشش شده و این پنجا و ششمین برنامه است و رسیدیم به دوران پرشور و شلوغ سلجوقیان یعنی اونجایی که هزار مدرسه رو درست میکنه خواهد نظامو که در علم را ببندند. ولی الان تو این مقطع ایران خب در تب و تاب است چهل سال این ملایان ستم کردن به مردم ظلم کردن به مردم خمینی خب خودش میگه میگه نذار این مردم بفهمن که ذات شما چیه اگه بفهمن که ذاتت چیه پس میدونه که ذاتش چیه پس میشناسه رفیقشو پس میشناسه بغل میگه اگه بفهمن دیگه مثل این نیست که برگردیم به 22 بهمن ریشه همهمونو میکنن راست میگه این پلید این اهریمن درست میگه آه آی یغمایی اگر امروز ایران این شرایط چهل سال حکومت ملایان رو بخوایم مقایسه بکنیم در تاریخ به کجا نزدیک میشیم چه دوره ای از تاریخ ایران به این نزدیک است چون یه بحثی هم هست که محتم میگن که بله آخوندا حکومت نکردن به نظر من آخوندا همیشه حکومت کردن در ایران و در لباس خودشون حکومت میکردن و مردم و به مردم رو زیر نفوذ خودشون داشتن اما اما پرسش هم همین است اگر بخوایم مقایسه بکنیم امروز با کجای تاریخ ایران شباهت داره بفرمایید سراپا گوشم درود از شما و درود بر همیانان عزیزم و درود بر مردمی که واقعا پایه این رژیم رو لرزوندند و درم میلرزونند و خواهند لرزند درود بر تک تکشون این سرفصلی است که چهل سال است همه در انتظارشند و بالاخره خشم ملت در زبانه می با جهت بگیره و نابود کنه اینا رو من در طول این چهل سال بارها دفتر شعران ورق می زدم در حتی شبهای نومیدی می سرودم شرز خدنگیز خشم ملت و این تیر تا ابد در زه کمان به نماند و الان این تیر در کشیده میشه. و اما در رابطه با سوال بینید آخوندها زیر پوست ما حکومت می کردند. یعنی در طول قرنها این بحثی که ما داریم اصلا روشنایی انداختن روی همین بحثه اینا به صورت بیماری ما اسمش میذارم ایدز یک بیماری فلج کننده ای که دستگاه دفاعی رو از بین میبره زیر پوست ما بودن حکومت میکردن میخوردن میخوابیدن به قول مرو عشق عالم رو میکردند و مورد احترام بودن تا اینکه این حاکمیت معنوی میگن چهار قشر هستند یادم بیاد قضات و پاسبانان و پلیس نیروی انتظامی پزشکان و روحانیون که اگر خراب بکنن جامعه رو به گند خواهند کشید و اینها خراب کردند و اومدند به حاکمیت رسیدند حکومت معنویشون بر دنیا و آخرت بر دنیا و آخرت میلیون ها میلیون آدم در طول قرنها تبدیل شد به حکومت دنیوی که اینجا باید محک بخورن و اما بحث ما تاریخ شما درست سال گلید. تو تاریخ زنده رو میخوایم بحث بکنیم اگر هم بحث تاریخ سلجوقیان و غزنویان میکنیم میخوایم به یک نتیجه ای برای روزگار حال برسیم تاریخ ما تاریخ حدود سه هزار ساله ایران حالا گاه جغرافیا بزرگتر بوده گاه کوچکتر گاه مرزهای فرهنگیش تا اون هند بوده گاه کمتر چند تاست یه که گسست داره و حکومت ها سقوط کردن یکیش پایان حکومت هخامنشیان است و حمله این نیروی خارجی مثل اسکندر مقدونی که حکومت سلوکیان رو به وجود آورد و ایران اینو رد کرد پارتیا اومدن از خراسان کنونی حوالی قوچان و درگز و بقایای سلوکیان رو جارو کردن بعد سال 20 سال بلای دومی که نازل شد بسیار مهیبتر از اون درشتاشو دارم میگم حمله اعراب بادی نشین بود در سال قرن اول هجری اوایل قرن اول هجری که اومدند و نه تنها حکومت مادیشون رو بر ایران خلاصه حاکم کردند بلکه مذهب رو به جا گذاشتند و رفتند یعنی حکومت معنوی به ضرب شمشیر بعد از اونها مغول ها اومدن تاریخ ایران رو صحبت کردیم که بالاخره چنگیز و اینها رفتند عرب هم به ساعت حکومتشون جمع شد با یعقوب لیس ایران شکل دیگه ای گرفت که داریم بحث میکنیم بعد یک مقطعی داریم حمله اشرف افغان است به ایران که خلاصه بلایای های زیادی رو نازل کرد البته علت اصلیش ضعف دولت صفوی و فساد دربار شاه سلطان حسین بود و بعد سقوط شانشایی پهلوی یعنی پایان 2500 سال 2500 خورده ای سال سلطنت توسط یک ملا و اسلام شیعی که در زیر پوست تاریخ ما زندگی می کرد و تاریخ جعلی به وجود آورده بود که بحث ما همین بود و این تاریخ جعلی پیروز شد یعنی به کمک خود ما که باور داشتیم این تاریخ جعلی رو پیروز شد و حکومت آخوندها با نام جمهوری اسلامی ایران اومد سر کار که این بار سطل زباله تاریخ ایران پر خواهد شد و خالی خواهد شد حتما خالی خواهد شد من در این شک ندارم آدم بدبینی هستم آدم خوشبینی نیستم در سیاست ولی خالی خواهد شد و اما ببینید ورود این آخوندها به ایران یعنی به سلطنت و حکومت و امامت من اسمش گذاشتم تهاجم دومه اسلام در تمامیت خود به ایران من کارم تاریخ وقتی تاریخ رو بحث میکنم از تعارف میگذرم که آقا بدش میادی خوشش میادی اون فلان مذهبی خوب و مهربان ناراحت میشه بشه تو میکنه منو بکنه باید حقیقت رو گفت اینا تهاجم دوم بود تهاجم اول به ضرب شمشیر پوست ما رو کند و ما باور کردیم بعد سنی بودیم شیعه شدیم هر دو پدر ما رو در و در تاجم دوم اسلام تمامت ایران رفت زیر عبای آخوند اینها با یک طبقه اومدن یه طبقه خورد بوجوازی شهری مذهبی که خب گسترده بود و در اوج اقبال اجتماعی من به هیچ فش تحلیل رو که خمینی دوزد انقلاب ایران بود قبول ندارم این وقتی میگیم دوزد انقلاب ایران خودمون از زیر تیغ در میبریم یک اشتباهات خودمون رو خرابکاری های خودمون و بعد هم یک تئوری دیگه اینجا میاد که مخصوص به آقای رجوی هست که گویا انقلاب مال یکی دیگه بوده مال به صراح رهبریش آقای رجوی بوده یا شخص دیگه بوده و این اومده دزدیده نه آقا اینجوری نبود من بارها بحث کردم واقعیت رو ببینیم بیماری رو ببینیم این آخوند با همه جهل و ارتجایی که پراکند چند میلیون رساله عملیش توی خانه های ما بود و نعره های درود بر خمینی و اکس اینا یادمون نمیده این جاهل جهل پراکن و مرتجع بود ولی بر شانه های ما اومد این اومد طبقه خودشو بر کار مشکل هم همینجا بود ببینید این کودتا نبود که توسط مثلا یه قشری از ارتشیان صورت بگیره یک تحول و جابجایی بود که این قشر رو سر کار به عنوان ریشه های اصلی سوار بر این قشر قدرت رو گرفت و کندن او مشکل بود به دلیل اینکه پایگاه اجتماعی وسیع در سال 57-58 داشت و سالها این رو داشت این طبقه بر خلاف مثلا حکومت و محمد رضا شاه که روی طبقه مرفه و استوار بود و نقاط ضعف بسیاری داشت چیزهای زیادی با خودش داشت فرهنگ خودش رو در طول قرنها داشت مذهب حامیش بود مذهبی که مذهب ما هم بود خدای آخوند خدای ما بود سنت های اون سنت های ما بود اینا رو محمد رزاشا نداشت دنیای ما در دست آخوند بود عقد و ازدواج و طلاق و نمیدونم تا میمردیم کفن و دفن و اینها خمس و زکات آخرتمون هم در دست این حضرات بود خوراکمون و اینا میگفتن چی بخوریم لباسمون و اینا به ما میگفتن آقا یقهتو ببند مثلا شکل ریش و سویلمون رو درست میکردن اینها قدرت ها آخوند بود در طول چندین قرن چیزی که بسیاری نفهمیدند و همینجا بگم بزرگترین اپوزیسیون اون دوران آقای رجوی هم یا اینو نفهمید یا خودش زد به نفهمی و اسم دزد انقلاب رو گذاشت توهم ما در مقطعی که حجوم دوم اسلام به ایران بود این واقعا آین ایران بر باده در اوج بود به دلیل بیسوادی عظیم توده از تاریخ ایران نه تنها توده ها که بیگناه بودند و باید آگاهشون کرد و ما نکردیم بلکه روشنفکران مذهبی به این تهاجم دوم آخوند کمک کردند در طول 75 تا برنامه که داشتیم این رو من بارها گفتم امثال آل احمد که پس از عمری میره نمیدونم دوباره زیر قبای اسلام و شیخ فضل الله نوری رو میگه امثال دکتر علی شریعتی که روشنفکر مذهبی ما بود امثال مهندس مدی بازرگان قصدم نقد فردی نیست بلکه میخوام بگم این حیولا چطوری اومد. اینا اومدن جاذبه ها درخشان بود حتی محمد رضا با همه مدرنیزمی که داشت تحصیل کرده غرب من قبلا هم گفتم بالاخره دلش بندی جای دیگه بود و یه آقایی که من قبلا گفتم که مهمور کمیته مشترک ضد خرابکاری بود و توی مراسم ما زنده یاد بختیار با من صحبتی داشت گفت که سالی چند بار ایشون میرفت مشهد وقتایی که گیر میکرد یا هراس داشت از کنفرانسی که با خارجیه داشت اونجا هر میکردن و هیچ خبر نداد نماز میخوند و دعا میکرد و برمیگشت این وضعیت ما بود از شاهمون گرفتیم که البته اوقات مثبتی داشت حالا نقاط منفی درم میگم تا روشنفکر مذهبیمون تا سازمان مجاهدین خلق این همه چیزامون با خون تو پای یکی بود این اومد سوار شد و درست سوار که شد ما فهمیدیم چه خبره اون دوال دوالپاست دوالپا یک جانوری است یک موجود ای است که پاش به صورت دو تا مثل خورتوم فیل هست که خودشو میزنه به فلج بودن تو افسانه ها از راهگذرم میخواد که من فلجم منو بذارید کولتون ببرید وقتی سوار شد پاهاشو میپیچه دور گردن اون و اون تا آخر اون باید پای این باشه تا بمیره بعد یکی دیگه رو به طول میزنه حکومت آخونده حکومت دوال پایان بود سوار شدن بر ما پیچیدن رو به دور گردن ملت ما ملتی که آخوند رو نمیشناخت و معتقد بود مذهب رو نمیشناخت تاریخ خودش رو نمیشناخت گفتم برای هر آخوند یک درونی دزد شارلاتانی گنباز و بارگاه ساخته بود ولی یعقوب رو نمیشناخت و باور رو نمیشناخت ولی سقوط از همین لحظه آغاز شد درست روزی که خمینی وارد ایران شد چهل سال طول کشید ولی سقوط درست از دقیقه اول شروع شد اول نامرئی بود ولی کم کم مرعی شد و اون تئوری که انتلیکتویل ما روشنفکران ما مثل میرزا خان کرمانی مثل کسروی مثل خیلی های دیگه به خصوص روشنفکران دوره مشروطیت شناختی که داشتند از اسلام اینجا اومد رو میز عمل دیگه لازم نبود ما کتاب ها رو بخونیم قرن ها میگفتیم آقا اسلام ادالت خواه اسلام ادالت خواه سنی و شیعه هر دو من بارها گفتم ببینید در طول تاریخ 1400 ساله یک دانه حکومت ادالتخواه اسلامی وجود نداشته و نخواهد داشت در دوره حاضر که تازه ترکش های انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتبر اینها روی میزه ما شاهد بوکو حرام و القاعده و نمیدونم داعش و اینا هستیم که سر آدم و جلوی دوربین میبرن زن مردم رو میفروشن و همه تمدن بشری رو در معرض تهدید قرار این توهم مطلق من و شما در این برنامه ها با هم بررسی کردیم از زمان محمد رسول الله و خدایی که از غار حراب در آمد و جبرائیل و تاریخ مکه و مدینه تاریخ واقعی رو ایشون یه فرمانده والا مقام بود یک انسان هوشیار ولی دیدیم که ادالتی در کار نبود کشتار بود و قتل و غارت تاریخ رو بررسی کردیم در زمان چهار خلیفه در دوران اونها دیدیم که ایران قارت شد و به عدالت در مدینه تقسیم شد و بعد دیدیم در دوره اومویان جهانی به قارت کشیده شد و اومدن اندفعه دیگه تقسیم هم نکردن اشرافیت خورد و ریز رسیدیم به دوره دوازه امام شیعه خدا رو دیدیم به ملاقاتش رفتیم الله رو قرآن رو برگهایش رو خوندیم زندگی محمد رو خوندیم و دیدیم که چه خبری؟ در طول تاریخ مفهوم واقعی عدالت آزادی رو در این آین نباید جز محترم هر معتقده به عنوان مسئله شخصی خب سرانجام ایرانی ها شوریدند از چنگال خلفای عموی و عباسی خودشون رها کردند ولی گیر آخوندشی افتادند درست تو قرن سوم هجری شروع شد از ماجرا امام زمان این ویروس رفت زیر پوست ما و حدود دوازده قرن این ویروس ما ما زندگی کرد این ویروس مهمان ما بود این ویروس در رخت خواب با ما بود در جنگ با ما بود در سفر با ما بود در سازمان سیاسی با ما بود تا این ویروس آخون رو بر نشوندش روی تخت امامت چهل سال گذشت این تئوری که قبلا روشن فکران ما مثل زکریای رازی پدر آزاداندیشان ارائه کرده بود کسروی ارائه کرده بود نویسندگان ما ارائه کرده بودند، شاعران ما مثل فردوسی مثل حافظ مثل خیام گفته بودند، اومد روی میز تجربه عینی و عملی مردم یعنی این دوره‌ای که یک دوره واقعا بزرگ تاریخی این سقوط آخوندها این شورش ملت بسیار عظیمتر از بقیه و مثبت مردم روی میز آخوند و کنار منبر خمینی و خامنه ای به طور عینی ملتی که هفتاد درصدش در زمان محمد رضا شاه داشت زندگی راحتی داشت نقد بکنید محمد رضا شاه رو رضا شاه رو ولی انصاف داشته باشید. کلی به من پیام دادن که آقا شما چرا پیام ولیعهد رو گذاشتی پیام فرای پهلوی رو گذاشتی پیام دکتر بنی صدر رو گذاشتی گفتم اینا اطلاع رسانیه و باید گذاشت و در ذهن منصف باشیم تاریخی فکر کنیم مردم فحشا و فساد رو کنار منبر خمینی تجربه کردند دیدن دختر ده یازده سالشون به فاحشگی کشیده شد مردمی که گرسنه نبودند به جز در بخشهایی از بلوچستان و جنوب ایران بنزه کافی نعمت در ایران بود به دزدی نان پرداختند طبق گزارش خودش این مرده هاشون رو کفن پیچ کردند چون پول قبل نداشتند پس از گریه وزاری روی نیمکت های خیابان گذاشتند و فرار کردند خانه ای نیست که در اون یا اعدامی نباشه یا کشتی جنگی رژیم روغن مشروعیت دوازده قرن خودش رو تا ته در پیه سوز خودش سوزاند و به آخر رفت و الان این رژیم لخت لخت اوریان و اوریان بدون عطر و گلاب و با تمام بوی گندش در مقابل ملتی ایستاده که اون هم واقعا اوریان اوریانی یعنی اموالش رو بردند بچهش رو کشتند نانش رو از سفره دزدیدند طبیعتش رو ویران کردند هواش رو آلودند بیماری رو به سرش ریختند و این جنگ رو ما با این تصویرش رو درست ببینیم حکومت آخوندی عبور کنیم ازش تاریخ اسلام شیعی با نماد واقعیش که آخونده و با تمام محتوای گندیده و کسافت جهلیش در مقابل ملتی ایستاده که مسلمون بود شیعه بود هنوز هم هست ولی روی میز تاریخ روی میز آخوند به حقیقت رسید و به میدون اومده به جنگ اجباری ببینید جنگ اگرچه جنگ گرسنه سیر هست در صفحه اول و ماهیتی عمیقا اقتصادی و طبقاتی داره این طبقات رو نباید فکر کنیم چون از دهان مارس در اومده مارس حرف درستی زده در یک طرف دوازده میلیارد ثروت رو فلان کسک ذخیره کرده از که می میره با 120 میلیون میراث و تبسی همینطور و هزاران نفر دیگه که الان در صف میلیونران در اون طرف گرسنگان ایستادن مردمی که نون ندارن ولی در کنار این جنگ گرسنه ما نباید فراموش کنیم که این جنگ عظمتش بینه که جنگ سنت هاست، جنگ فرهنگ با فرهنگ جنگ مذهب با مذهب و مذهبی که هنوز کارایی داره و همین مقداری مسئله رو مشکل میکنه ولی در این جنگ مردم حتی اگر خودشون ندونن حتی اگر خودشون خلاصه هنوز از زوایایی وصف باشن فرهنگی در برابر تمامیت سیاسی، اقتصادی، نظامی، پلیسی، فرهنگی و مذهبی این رژیم قد علم کردند و رژیم مطمئنا در وحشته می ترسه می لرزه. اینو مطمئن باشید زیرا این جنگ جنگی نیست که اختیاری باشه که جنگی نیست کسی انتخاب کرده باشه ببینید جنگ مرگ و زندگی است ته خطن مردم ولی جنگ پیچیده و سخت برای اینکه یک طبقه یک قشری خوناشام درنده مسلح در کنار آخوندها پروار شدند اینا هنوز پایه های اجتماعی اون هستند ولی اینا شکست خواهند خود مطمئنند زیرا با ملت موقعی که مردم میان به میدون نمیشه کاریش کرد و الان مردم اومدند و توده ملت چنین به ذلت و زنجیر تا به ابد تا به جاودان به نماند این همه دست شکوهمند به فرجام باز و توهی رو به آسمان به نماند بست شود عاقبت گره شود آخر در گروه معجز نهان به نماند معجز پنهان نهان به ماست همان به دست داوو به کهکشان به نماند ببینید این آغاز یک سقوط جنگی است بسیار حساس و تاریخ ایران در ورق میخوره و این اگر به درستی پیش بره ایران را از منجلاب و سیاهی نجات خواهد داد و به افقی خواهد برد که گام های نخست آزادی و دموکراسی و برادری و برابری صرف رو در این مملکت عزیز و وسیع و پربهر ما تجربه خواهیم کرد و خواهیم دید سپاسگزارم گذارم آقا ازم بزرگ شما که این مشکلی که شاید مشکل شاید نگاه دیگر است نمیدونم در این شلوغ فروغی ها من همیشه این نکتر اشاره کردم که تو تمام دنیا اینجور رفتار میشه که اپوزیسیون در ممالک پیشرفته و مترقی اپوزیسیون دولت است در دیکتاتورها اپوزیسیون حکومته میخواد اصل حکومت رو سرنگون کنه ولی هر دوش اپوزیسیون اسم میشه اپوزیسیون تلاش میکنه که برای رسیدن به اهداف خودش از نیروی مردم استفاده کنه مردم تهیج کنه بیاره تو خیابون تا اینکه بتونه از قدرت مردم به نفع اهداف خودش استفاده کنه به هدفش نزدیک بشه حالا این هدف سرنگونی نظام باشه در حکومت دیکتاتور مثل ایران در ممالک مترقی علیه خواسته های دولته اما الان اتفاقی که افتاده تو ایران متاسفانه مثل همه موارد به عکس عمل کرد یعنی مردم تو خیابون اپوزیسیونی رهبری لیدری نداره این جریان اما خیلی تو داخل که بالاخره من همیشه بر این تبل کوبیدم که این از درون خودش میجوشه میاد بیرون رهبرانش تو خودشن مثل مثلا یه کسی که تو فامیل بمیره و همه جمع میشه هر یه وظیفه ای رو به عهده میگه من مسجد میشستم یکی میگه من قبرستون بلدم یکی میگه من میتونم حلوا درست کنم و یکی میگه من بلدم برم مردم رو خبر هر کی یه وظیفه ای به عهده یعنی رهبران از اون تو خود جوش میزنن بیرون از پیش تعیین نمیکنی در اینجا هم همین اتفاق میفته یعنی رهبران این جریان الان تو زندانن در توقیفن مردم ایران باید برن اون رهبرانشون رو بیارن حمایتشون کنن اون رهبران هم طبیعتا در داخل به تنهایی نمیتونن کار کنن بعد پیوند بخورن با نیروهایی که در خارج کشور هستن که دستشون بازتره امکاناتشون بیشتره با کمک هم این جریان رو در ایران پیش ببرن اما میبینیم که در این میان در اثر استیصال مردم و رفتار مردم شعارهایی که مردم میده اولا ما هیچ شعاری در ارتباط با مجاهدین نشیدیم الا دستگاه حاکم که این رو منتصب میکنه به آمریکا و اسرائیل و عربستان حتی دیدم صادق زیبا کلام نامه نوشته به شمخانی که آقا من نمیستم عربستان انقدر قدرت داره که میتونه جوانای وطن رو بیاره تو خیابون خب یه دفعه هم فکر کنید که اینا دنبال چی میگردن از برج آجتون بیاین پایین و به مردم گوش بدین حالا اون موضوع دیگر ولی در کنار اینها میگه که سلطنت طلبا و منافقین یعنی مقصودش سازمان مجاهدینه سازمان مجاهدینم هم مرتب دیدیم که مسئول رجوی از تو قبر سور اسرافیل دمید و اون سه تا اعلامیه داده فعلا تا حالا تا سه تا شما شنیدم نمیدونم بیشتر باشی یا نه رزمندگان برید این کارها رو بکنید بی خودکی یه حرفایی حالا سوال اینه که آیا واقعا تو دید شما در آینده ایران با توجه به این شرایط با توجه به اینکه فرح پهلوی شهبانوی آخرین شهبانوی ایران در طی این چل سال هیچ عملی انجام نداده یعنی هیچ کار اینکه فعالیت سیاسی بکنه حرفی بزنه در این زمینه انجام نداده مضافن به اینکه هیچ کدوم از این پاپاراتسی اونایی که میرن عکس های, های معروف رو میگیرن هم ازش عکس زشتی عمل خلافی عمل غیرقانونی دیده نشده بنابراین شهبانوی ایران هم شهبان آخرین شهبانوی ایران هم یک با توجه به خدماتی که به اون مملکت کرده مردم مهرش رو به دل دارن رضای پهلوی هم به عنوان فرزند دو پادشاه پهلوی که امروز در مقایسه مردم نگاه میکنن میبینن که واقعا اونا خدمتگذار مملکت بودن کار به جایی رفت رسیده که اصلا میگن شما مردم ها دیوونه بودن و در انقلاب کردن تا به این حد رسیده حالا سوالم اینه که آیا اصلا اینا در آینده ایران به نظر راهی هست جایی برای این دو نحله فکری نظام سلطنت یا یه نظامی که ریشه در اسلام فضل الله مجاهدین القاعدین اجرن عظیما داره یا چی میبینی صحنه رو ببینید سوال بسیار جالب و سنگی نیست یعنی باید واقعا این سوال خیلی سوال خوبی است چون واقعیت اینه که اینا تو خارج کشور که ما هستیم خب این دو گروه رو ما میبینیم بیشتر متشکل در داخلم که کردها هستن که الان بقیه رو من نمیبینم افراد و شخصیت ها زیادن انسان شریف مبارز رنج کشیده ولی تشکل رو اینا دارن که الان توضیح میدن ببینید نخست که هر کسی که تو میدان بازی است کم یا زیاد شانسی داره برای اینکه ببره ولی میز تاریخ میز قمارخونه نیست و همش هم شانس نیست و همچنین یک تحول اجتماعی یک دیگه آشی نیست یا حلوای نظری که گذاشته باشن روی بار و یه مرتبه کسانی که, که سی چل سال مشغول چرت زدن بودن برن سر دیگ بزرگترین کاسه رو بگیرن یا کل دیگ رو بدان رو شونهشون رو ببرن این باید پیش زمین ها وجود داشته باشه و اساسا آلترناتیف حالا هر جور حساب کنی ببینید ارتجایی فاشیستی یا نمیدونم انقلابی یا دموکراتیک یا حزبی باید بر کاکل یک موج نیرومند واقعی خودش رو نشون بده برگردم مثلا مثالی بزنم به تاریخ که کار من هست ببینید عباسیان و علویان رو من قبلا مثال زدم عباسیان خوب بهشون فوش میدن آقا هارون بد بود معمون بد بود ولی شروع حکومت عباسیان با یه تلاش 60 70 ساله بود که اینا شروع کردن با منادیانشون با نمایندگانشون با مثل نمایندگان فرضا شورای ون, ون میرن اینا کلی منادی داشتن فعالیت میکردن و موفق شدند که جمعیت عظیمی رو جذب بکنند می به خراسانیان رو می به ابو خراسانی رو و بر پایه این موج تبلیغ و اقبال اجتماعی بود که اینا به حکومت دست یافتن نه اینکه علکی بیان حق نمیدونم علویان خورده باشن علویان من قبلا صحبت کردم علویانی که آخوندن میگن اهل مبارزه نبودن بعد از امام خلاصه سوم شون مشغول زندگیشون بودن انسان های خوبی بودن به مردم کمک میکردن ولی هیچ کدوم اهل مبارزه نبودن به همین دلیل حقشون رو به قول آخونده و عباسیان خوردن که باید هم بخورن یعنی موج اجتماعی نداشتن این یعنی موج آخوند درست کرده دروغ میگه این زمان خود این امامان شیعه اصلا اقبال اجتماعی اینها خیلی نبود اینا ما رو گول زدن یک ای بودن مثل فرزن تو دوره مثلا شاه نهزت آزادی وجود داشت جبه ملی وجود داشت نه مجاهد در کدوم یه جمعیتی داشت اینا هم اینطوری بودن همینطور یعقوب و بابک سوار بر یک فرهنگ و یک اقبال اجتماعی و یک تضاد واقعی مردم بودند که تونستن یعقوب تونست سی هزار نفر ظرف مدت کوتاهی بعدم ارتش سه هزار نفر را بندازه یا بابک همچنین مصدق جبهه خودشو داشت موج اجتماعی داشت ولی حالا با این مثال های تاریخی من برگردم به این دو مدعی آلترناتیف من اخبار هر دوشون رو منتشر می کنم. یعنی چون باید مردم اطلاع داشته باشن و مال بقیه هم نیز در کنار اونها اینا چهرهایی هستن که برحال کار دارن فارغ از تایید یا رد ما باید شناختشون باید حرفشون رو گذاشت باید تیترشون رو گذاشت ایشون شاهزاده رضا پهلوی هستن من می نویسم شاهزاده چون این تیت همینطور که آیت الله خامنه ای آیت الله است من نمی سید علی خامنه ای باید بفهمن. من در بحث مشروعیت تو سلجوقیان و غزنویان اشاره کردم که از اینجا میگم پل بزنم به مشروعیت یا عدم مشروعیت اینها در گذشته زبان و نژاد و تاریخ و مذهب مشروعیت میداد به سلسله ها به همین دلیل امثال غزنویان و سلجوقیان که نژاد و تاریخ رو نداشتن زبان فارسی رو به کار گرفتن و مسلمون شدن تا از طریق این دو بتونن حکومت ترکان غیر ایرانی رو بر ایران استوار کن الان هم این مشروعیت ها وجود داره ولی به شکل دیگه ظاهرا زبان و تاریخ و مذهب مردم با آخوندا یا اپوزیسیون بخشی از اپوزیسیون با آخوندا یکیه ولی تفاوت داره ببینید در مورد ولیهد سابق ایران آقای رضا پهلوی ایشون چیزهای مثبتش اینه تاریخ گذشته پهلوی رو داره که من قبلا به سراحت گفتم که محمد رضا شاه بهترین دیکتاتور تاریخ ایران در تاریخ معاصر ایران بعد از اسلام در این الانم تاکید میکنم کارهای مثبتی کرد دیکتاتور هم بود آقای رضا پهلوی نژاد رو هم داره از نسل شاه و دو شاه است شخصا لکه سیاهی در کارنامهش نیست دارم بررسی میکنم حالا ممکنه بعضی خوششون نیاد بگن آقا فلانی بعد از عمری مبارزه سلطنت طلب شده بگن من سلطنت طلب نیستم حقیقت جو هستم و خواهم گفت چرا ایشون گفته است ایرانی گراست. به نظر من ایرانی گرا هم هست گرایشش به ایرانیت بیش از مذهب اینا نقاط قوی اونه میگن ایشون آلترناتیو استعماری است باید رو این درنگ کرد به نظر من تحلیلا و همینطور که در فیلم ها دیدیم در داخل کشور هوادارانی پر و پا غرص داره و مردم قبلا اشاره کردم که شب آقای رجوی اومد در رادیو مجاهد و گفت که اگر شاه زنده بود کی آلترناتیو بود سال 69 همه گفتیم که مجاهدین گفت نه در اینی که مردم تجربه حکومت اون رو دارن ولی تجربه حکومت ما رو ندارن با خمینی مقایسه میکنن خب 69 مردم نرسیدن ولی الان رسیدند طبعا دولت ابرقدرتی مثل آمریکا هم به این مسئله توجه داره ولی به دو نکته با توجه کرد یکی شرایط داخل ایران که آیا سلطنت میتونه بازگرده یا اینکه چنانکه خدا خود آقای رضا پهلوی گفته ایشون گفته من شاه نیستم من به عنوان یک فرد به معنی یک شخصیت به آزادی فکر میکنم و یکی اینکه کارکردهای سلطنت در قرن 21 چقدر تجانس داره با یک ملتی که در از یک طوفان ولایت فقیه عبور میکنه من بعد توضیح خواهم داد که این نکات بسیار مهم ما نباید مردم رو همش نقاط منفی رو ببینیم باید نقاط مثبت هم این دره در گذر از طوفان ساخته میشه این اشاراتی است در مورد نقاط مثبت و منفی آقای رضا پهلوی در خارجم هوادارانی داره چیز بدی درباره اون نمیگن اون خودش یک نوجوانی بود به خارج اومد و الان هم فعاله و اما مجاهدین مجاهدین ببین تاریخ 50 ساله دارند در حیط یک اپوزیسیون و یک نیروی جنگ آور کار کرده اینها کار کردیست مذهبی و اسلامی که اینجا بدشانسی آوردن به نظر من دورانش در سیاست سپری شده و در حال سپری شدن، و هر اتفاقی بیفته در ایران کسی دیگر به اسلام سیاسی و انقلابی مطمئنا توجهی نخواهد داشت برای اینکه این الان فصل فصل آگاهی است فصل فصل دانش و خرده و فصل فصل دیواره جاذبه و نمیدونم کرامات حضرت عباس و علی ابن عبی طالب نیست در داخل ایران هم و از همینطوری از این زاویه ببینید هم این نیروی اپوزیسیونی که پنجاه سال علیه رژیم مدتی علیه رژیم شاه جنگید و چهل سال علیه رژیم خمینی و خودش میگه هزاران هزار شهید داره که تا اندازه زیادی درسته از این زاویه پایعی و مذهبی این نیرو با رژیم در تاریخ درند به یک صورت اوت میشن اگرچه علیه هم میجنگد اسلام عزیز که ضربه بخوره اسلام سیاسی هر دو طرف ضرب خواهند خود ما همینجا تاکید بکنم مذهب پیچیده تر از اینه که بره کنار به سادگی ولی به طور خصوصی این نقطه بسیار مهمیه که ما امیدوارم خود مجاهدینم هم تعجب بکنن اگر هنوز باور دارند حتی یک درصد که من به عنوان یک معاند نه به عنوان یک حقیقت دارم صحبت میکنم ببینید اسلام تموم شد اسلام فقط در توهم میتونست ادعای انقلابی تاریخ اسلام رو اوریان من گذاشتم روی میز و دهها ها انتلیکتور دیگه هم گذاشتن بدون دشمنی با اسلام این یک خیال بود رفت دنبال کارش و تاریخ آینده جایی برای اسلام سیاسی و لاجرم نیروهایی که اسلام سیاسی رو میخوان حاکم بکنن بر یک مملکت و جامعه بی طبق و عدالت اجتماعی اینا کشک کسی دیگه باور نمی کنه حتی خودتون هم باید روی مسئله درنگ بکنید دو فارغ از این پایه اصلی که با رژیم مشترک ضربه ای که بخوره هر دو طرف میخوره من عجابی روزگاری. کردار خلاصه سیاسی تشکیلاتی در طی پنجاه سال گذشته است این دستگاه اومد رو تو همون گام اول ضربه خورد بعد سال 54 و چهار از بین رفت تو ها بود بعد اومد رو و یک پروسه عجیب غریبی رو طی کرد جنگ مسلحانه پیشرفت شروع کرد ولی سرانجام ببینید سال پنجاه و چهار که من خودم هم از مدافعانش بودم دستگاه شورایی رهبری کننده ناقص و خلاصه نیازمند به اصلاح تبدیل شد به دستگاه رهبری عقیدتی که من صریحا میگم رهبری عقیدتی مطلقا همون ولایت فقیه شک نکنید مونتا اسمش عوض شده این دستگاه میتونه مورد پذیرش هر کسی علاقه داره که یک رهبر داشته باشه بذارید همینجا بکنم این بانوی عزیزی که واقعا من دوستش داشتم و دوستش دارم خانم مرزیه رهبری داشت از دراویش در خلاصه رهبر دراویش که دوستش داشت اگه میتونست بهش کمک میکرد ارادت داشت بهش هیچ اشکالی هم نداشت ولی فردی بود ولی دستگاه رهبری عقیدتی رو شما بخوای ورداری از یه سازمان سیاسی با چند هزار نفر سوار کنی بر یک ملت 80 میلیونی اونم با کارکردهایی که ما تو داخل تشکیلات تجربه کردیم فاجعه آمیزه به هیچ وجه با ملت ایران قابل تطبیق نیست و ملتی که از ولایت فقیه به نظر من گذشته و الان قرشش تو خیابونها بلنده مثل شیر هرگز تن به دستگاه رهبری عقیدتی نخواهد داد اینو مطمئن باشید و این سیستم روی کار نمیاد خصوصا که این دستگاه برخلاف دستگاه آخوندها که در طول دوازده قرن تمام مشخصه هاش رو روشن کردن آقا اصول دین و فروع دین و خمس و زکات و قطنه و نمیدونم مهریه و گسل و مصل و یک ج... چیز عظیمی ساختن که با چندین کتاب خونه رو با آثار اونها ارائه داد این دستگاه اصلا مشخصه هاش مبهمه معلوم نیست چیه میتونه تو کادر دو هزار نفر فرزان اونم با اون جلسات کار بکنه در این تحلیل تاریخی من میکنم باز هم تاکید میکنم که من علاقه به دشمنی با مجاهدین اصلا ندارم ولی باید تحلیل کرد ببین این دستگاه مشخصات مبهمه نمیتونه کار کرد داشته باشه این دستگاه نیروهای خودش نیروهای برجستش ببینید مثل خود من من خب تو این کادر اینها یک کادر معمولی نبودم افرادی مثل ابراهیم آل ساخ که یک سرداری بود در تشکیلات افرادی مثل خیلی های دیگه خیلی های دیگه که اومدن بیرون از دستگاه الان حاضر روزه نیستم اینها نپذیرفتن پس از سالها جنگیدن رمیدن حالا چه برسد به نیروهای مردمی و اینکه اون شعر مولانا به تواف کعبری رفتم که ندار نمیدونم فلان که تو در برون چه کردی که درون کعبه حالا با گفت که تو در درون چه کردی که برون, برون کعبه ولی از اینا بگذارم اینها تشکیلات نیرومندی دارند اینها امکانات مادی بسیار خوبی دارند اینها بسیار هوشیار شدن در طی چهل سال گذشته در کار سیاست و میفهمند که جنگشون و نوردشون جنگ مرگ و زندگی است و اگر ببازند هیچ اثری از آثار تشکیلات و سازمانشون از نخواهد ماند و شکستشان نابودی مطلقه و استرادشون هم مشخص از همون سال شست بازی در میان شکاف سیاسی دول بوده که به شدت ورزیده شدن و بازی روی نقاط منفی و سلبی رژیم و نه نقاط ایجابی خودشون ببینید نقاط سلبی مثلا رژیم رفت فردا همین الان من تاکید کنم اینقدر میگن آقا این موضوع اطلاعات و اون موضوع اطلاعات ببینید موقعی مردم اومدن تو خیابون دیگه کاربرد نداره برای اینکه روزگاری که سقوط بکنه این رژیم پرونده ها رو خواهد شد وزارت اطلاعاتو رو میکشن بیرون مدارکشو و معلوم میشه که کی اطلاعاتیه کی اطلاعاتی نیست و اون مزدوران واقعی که واقعا پس از سالها مبارزه سر به آستان خامنه ای گذاشتن حتما با در دادگاه های عادله و دموکراتیک محاکمه بشن و شرایط شرطی که دیگه نمیشه این بازی رو ادامه داد ولی اینها به همین سه چهار علتی که آخر کار گفتم باید ادامه بدن هوشیارند، امکان دارند تشکیلات دارند ولی چیزی که سرانجام مسئله روشن میکنه داخل جامعه ایرانه و اقبال عمومی که به نظر من این اقبال عمومی وجود نداره خب با این حساب باید رفت یه نوع دیگه به این سوال پرداخت یعنی مثلا باید بگیم که سازمان مجاهدین خب یه نیروی به نام ارتش مقاومت داره نمیدونم مؤسسان سه و چهار داره از تو قبل مسعود رجوی پیام میده پیامشو که دیگه میخونه این داستان مرد زنده بودن اینم واقعا یکی از افتضاحات تاریخ معاصر ایرانه که آدم واقعا شرم میکنه از یه تشکیلاتی که یه روزگاری پنجاه سال پیش از این پنجاو بیشتره پنجا دو سال پیش از این پنجاو سه سال پیش از این یه نطفه شک گرفت یه ده جوان اومدن بر اساس آینهای دینی همونی که اون تصویری که آخون میداد از عدالت در اسلام و اینها و بر اساس این که موتور کوچیک موتور بزرگ و روشن خواهد کرد اومدن و خودشون رو فدا کردن اینام هم تا سال خب نبود اسمی به نام مجاهدین که نبود که یه چیزی بود بودن وابستگان به نهزت آزادی حتی اون رزا رزایی میگید که ما نباید کاری بکنیم ما فقط باید اینو نگه داریم تا مهندس یعنی بازرگان از زندان تکلیفش روشن ولی بعدها خب سال پنجا اینجا در خارج کشور حسین روحانی مطلب مینویسه تحت عنوان مجاهدین خلق ایران اعلامیه میدهزرش امضا کنه مجاهدین خلق ایران هم تو زندان بحث میکردن کردن به این موضوعات دیگه میشه مجاهدین در همون شهریور پنجا هم که ضربه میخورن و و بعد در حقیقت انشعاب و نمیدونم پیکار به وجود میاد و تقی شهرام و اون داستان های دیگه ماکسیس شدن جریان اسلامی و بعدم سال پنج, پنج داستان سپاس و همین آخوندا به حمایت شاه از زندان بیرون میان و من سپاسه سپاس دیگه همه میدونن راجب شما هم راجب شرف زنی. ولی این فضاحتی که امروز وجود داره مایه ننگه واقعا مایه ننگه من یه آدم بیرونی این قضیه هستم شما یه آدمی هست که از درون این جریان اومدی شاعر این دستگاه بودی شعر گفتی سرود براشون سرودی ترانه سرایدی ولی نمیدونم نیرویی نیست اینایی که من می‌بینم تو خارج کشور همه مثل منن همه دوچار آرتروز و درد پا و کمر و شکم های بزرگ و اینا که نیروی رزمی که نمیتونه فیلاوی که نمیتونه نیروی رزمی باشه که جعفرزاده خود که نمیتونه نگه داره چه رزمی تونه بکنه مریم رجوی اینا جوون رو به کشتن میدن راحت ولی خودشون که نمی جنگن رضای پهلوی هم نیرویی که بره مقابله کنه چون بالاخره سرانجام کار به یه رزم جدی تبدیل خواهد شد این صحنه ای که من رو میبینم اینه که اینکه مثل شاه نیست که بگه آبرو خودشو نگه و فکر آبرو شاه وطنش رو دوست داشت ایران رو دوست داشت بر اساس کتابایی که در اومده بر اساس حرفایی که زدن بر اساس کتاب دکتر ودی شاهد زمان یه بخشی داره به نام شام آخر که همه رو جمع میکنه شاه و ازشون میخواد که نظر بدن هر کی چیزی میگه آخر میگه شما متوجه نیستید نه مردم ما رو میخوان نه متفقین ما همراهی میکنن ما رو بنابراین اگر ما مقاومت کنیم اونا سلاح میریزن فقط کشته ایجاد میکنه خون ریزی میشه اتفاق نمیفته بنابراین کشور رو ترک میکنه به امید اینکه مردم بتونن خودشون راهشون رو پیدا بکنن اون نشون میده که اونا ایران رو دوست داشتن حالا اگر روشش دیکتاتوری بوده اگر روشش غلط بوده اون یه موضوع دیگه است سیاستاش اشتباه بوده که کار به اینجا رسیده اونا موضوع دیگه هست. ولی در ایران دوستیشون اینکه خواهان ایرانی آباد و سربلند بودن تاریخ قضاوت خودشو کرده و مردم امروز هم میتونن همه شهادت بدن به این ماشه. ولی اگر به این سمت برود و خون نیرو کدومه به نظر چجوریه این داستان این اعلامی های مستحجن رو چجوری تعریف میکنی؟ خیلی مشمئز کنند است که بگی پیام مسعود رجوی این چیه این مسخره بازی ها رو واقعا خجالته چیه این داستان چی میبینی بشنویم فرمایش شما من همینجا حرف آخر رو بزنم اول سازمان مجاهدین سازمانی که اسمش سازمان مجاهدین بود الان نیروی در آقای مسعود رجوی است با گذاشت جمعیت یا تشکل آقای رجوی زیرا اون من گفتم که سازمان مجاهدین حتی اولی هم بهش نقد دارم به خود حنیف من نقد دارم ما کسی رو دوست داریم که لازم داریم یعنی میتونیم دوست داشته باشیم که اندیشش کار بکنه احتیاجی به جنازش نداریم جنرال دوگل شهید نشد ولی خدمت کرد به فرانسه ادعای رستگاری هم نداشت سازمان مجاهدین نیاز اگر دیر نشده باشه که به نظر من دیر شده سالها قبل نیاز به یک بازسازی تو رهبریش داشت تا بتونه خودش رو نجات بده و اگر همین الان این بازسازی رو کرده بود و اون شورای سال 60 رو اطلاع داده بود الان مطمئنا یک محور اصلی بود که در مقابل رژیم میتونه نقش زیادی بازی کنه و لزوم نداشت که حتی نیروی نظامی داشته باشه میگه خمینی نیروی نظامی داشت اون اقبال اجتماعی داشت اقبال اجتماعی است که مردم رو مسلح میکنه تبدیل میکنه به نیروی نظامی اما ارتش آزادی بخش وجود داشت سال 65 موقعی برای اولین بار من مجاهدین زدم بیرون به دلیل انتقادات چیش ما پاریس تصمیم نداشتم برگردم چون میگفتم با کدوم استراتژی با این جنگ هر روز چهار تا تیم بفرستیم اینا تا اینکه اعلام تاسیس ارتش آزادی بخش رو کردن مقداری تضاد من حل شد چون ذهنیت من جنگ های ویتنام بود جنگ های چین بود که یک ارتش وجود داشت و من برگشتم و اولین سرود رو هم همون موقع بر ارتش آزادی بخش من سرودم یعنی اولین سرود رو زندگیات کمال رفعت صفایی سرود که اون موقع در میان مجاهدین بود ای ارتش رهایی بر شهر ما گذر کن شب را یا بسوزان الاخر و سرود بعدیشو من سرودم برگشتم داشت رشد میکرد یعنی نیرو جذب میکرد ماکسیموم این ارتش به نظر من نیروهایی که اونجا متشکل به 6 هزار نفر رسید ولی سال 67 تموم شد بعد از سلط چون که این روی جغرافیای ایران که رشد نکرده بود که مثل ارتش ستارخان خانه نمیدونم بابک خورم دید رهبر سال شهست اومده بود خارج و مجبور بود که پاس حفظ کنه روی سرزمین های بیگانه و لاجرم خیلی از البته بسیار هوشیارانه عمل کرد بسیار کار کرد ولی سرنوشت اون رو بسیاری از جزرومت های تعیین میکرد که ربطی به ملت ایران نداشت مثلا آمریکا با عراق جنگ میکرد ما باید بکشیم بزنیم به بیابون تمام شد فاز تجزیه شروع شد افراد شروع کردن به رفتن بعد برای حفظ نیرو انقلابات متعددی شروع شد که جلوی بریدن ها و رفتن ها رو بگیره و به جای یک پروسه منطقی که واقعا به نظر من باید میگذاشد که میخواست بره ولی پا روی ها اگر وجود داشت سفت میکرد و اگر صد نفر هم میموندن به دلیل پرانسیپ ها گل میکردن در میان مردم و بعدش هم این ارتش آزادی بخش بدون تعارف تبدیل شد به روغن چراغ تحرکات سیاسی خارج کشور که باید بمونن پرسش هم میدونید پروسه اشرف اون کشتارهای وحشتناک رژیم از اینها بعد تو لیبرتی که بارها و بارها اینا رو قتل عام کردن کشتنشون واقعا وحشتناک ترین وضع بچه‌ای که اومده بودن بجنگن انسان شریفی بودن از خودگذشته بودن شکی شک نیست تو اینها. من شک ندارم الان هم میگم که اینها از نظر زاویه ی حرکت انسان شریف در منطقه دستگاه رهبری با درست هدایت میکرد ولی الان این مؤسسان چهارم و پنجم و ششم من نمیدونم این لحنی که این گوینده میگیره انگار که مثلا با لحن میشه جان آقایان کجا این مؤسسان چهارم و پنجم که شما میگید این ارتش آزادی بخشی که دو هزار تاش در آلبانی هست ببینید حقیقت رو دارم باد بشنویم و بگیم این که مثلا دهن ببندیم آقا به نفع رژیم تموم شه ببین رژیم و مردم دارن پوستش میکنن شک نکنید من بارها گفتم گفتم طرف حساب رژیم ملت ایرانه ما اشتباه نکنیم ما نمایندگان کامل ملت ایران نیستیم ما یک واحد هستیم سر به فرمان و علاقمند و عاشق ملت خودمون ولی اون نیروی اصلی خود ملته که تصویر حساب میکنه بنابراین نگران نباشید این کجاست این به نظر من الان یک رؤیاست و آقای مسعود رجوی امیدوارم زنده و سرحال باشه خودش هم گرفتار رؤیای خودشه به جای اینکه بیاد واقعیت رو ببینه البته اینو بگم سازمان مجاهدین در سال 54 هم دیگه یک رؤیا بود یعنی موقعی که ضربه انشاب و خورد و اون کشتار شریف واقفی وجود خارجی بر ایران نداشت مگر در زندان ها به تعداد هوادار ولی رویایی بود که بود و نبود و پرنسیپ های وجود داشت که مردم علاقمند بودن و این رویا پس از اینکه رژیم شاه سقوط کرد تبدیل به واقعیتی شد که ظرف مدتی کوتاه مجاهدینی که از زندان اومدن بیرون نمیدونستم واقعا چیکار بکنم من قبلا تو هم با هم بهار گفتم تو مسائل زیادی درمانده بودن یک مرتبه این رویا تبدیل به واقعیت شد شدن هزاران نفر بهشون پیوستن نشریهشون نمیدونم صد هزار تا دویس هزار تا فروش میرفت رژیم رو به وحشت انداختن ولی اون پرنسیپ ها دیگه وجود نداره ببینید اون پرانسیپ هایی که مجاهد سمبل انسانیت و شرف و جوان مردی بود اون موقع و ما تو مدار جاذبه عاشق بودیم میگفتن بمیر میمردیم ببینید تا میگفتن که اصلا نمیگفتن که این میگفتن برادر گفته این کارو بکنید چشم تشکیلات گفته اون کارو بکنید چشم برای اینکه ما پامور پرنسیپا صفر بود یک رویاهایی داشتیم که فکر میکردیم که تمام زیبایی های جهان اینجا جمع شده ولی این توهمات تموم شده الان اون زیبایی ها وجود نداره الان من که از این سازمان عبور کردم باز میگم به عنوان واقعیت اگر که میگید دروغه تمام این فیلم هایی رو که دارید اگر دارید پخش بکنید و از ایدئولوژی و حرکات خودتون دفاع بکنید من یک شاعر کوچک ایرانی که از 20 سالگی تا الان بیش از پنج سال آواره جهانم و دو سال در زندانهایش بعد در کوه و کمر و بعدشم تو خارج زندگی بسیار سختی واقعا ما گذرونیم و میگذرانیم هی hey, میگن خارج نشین ببینید 90 درصد بچه هایی که تو خارجان با سختی دارن زندگی میکنن دارن ساییده میشن من جمله خود من در این تجزیه میشیم اینجا به ما پس از سی سال مبارزه چه کردن اون پرنسیب های زمان شاه آقا گفتن خائن مزدور اطلاعاتی همسری رو که عشق ما بود و همسال من و هزاران نفر دیگه در جلسات خلاصه از ما کندند و به جرم جنسیت و فردیت و کارهای زیادی که من علاقه ندارم بیان بکنم خودشون امیدوارم رو یه روز بیان با افتخار اینا رو پخش بکنن و دفاع بکنن تا نیرو جذب بکنن نمانده اون که این رویا تبدیل به واقعیت بشه و نخواستن و نه توانستن نیروهای خودشون رو رشد بدن میتونستن اگر توانایی داشتن رشد بدن مجاهدی رو که مثلا 20 واحد انرژی توش بود بکنن 100 واحد 80 واحد و بنابراین این رویای کنونی مؤسسان سوم و چهارم من با آقای رجبی هم عرض کنم به هیچ وجه بر پایه کارکرد اجتماعی سیاسی درست نمیتونه رو بیاد این خواندن انشاست باید نشون بدید حالا ممکنه شما احرام های داشته باشید در رابطه با غرب و اینا که من خبر ندارم ولی این رویا نمیتونه بر پایه کارکرد اجتماعی بلکه با احرام باید رو کار بیاد کن بسیار بسیار خطرناکه در رابطه با ولیت بازم تاکید می کنم ولیت سابق مقبولیتش بیشتر این کارا رو نکرده تنها مارکی که میزنم بهش آقا استعماری است خیلی خوب افشاش کنی و مشکلاتی که در رابطه با رجوی و آقای رجوی و ارتش آزادی بخش و وجود داره با این وجود نداره همینجا تاکید بکنم من بارها گفتم من یه سوسیالیست معتدل هستم معتقدم به جمهوری دموکراسی سکولاریزم بدون شدت و عدت بر اساس جامعه ایران که این جامعه بتونه با کمک انتلیکتویل ها روشن فکرانش خلاص نمایندگانش جلو بره ولی اگر انتخاب فقط بین رزاشاه دوم باشه ولی عد سابق و آقای رجوی من حتما رزاشاه دوم انتخاب میکنم اینو هیچ تعارفی ندارم ولی داستان اینه که دو نیست قطب های دیگه وجود داره و باز تاکید میکنم اگر که راهی مونده باشه و خودشون هنوز خودشون قدرتمند میدونن بر اساس تشکیلات و امکانات مالی ساختار رهبری و تشکیلاتی باید عوض بشه وگرنه شما هر چی زور بزنید راهی به جایی نخواهید برد و اگر هم بر اساس ارهمای دیگه رو کار بیایید با این ساختار سرنوشت خوبی نخواهید داشت اینو میگم فرض محال محال نیست این نظر من هست در مورد این دوتا نیروی که الان در خارج کشور تا مسئله فقط خارج کشور نیست داخل ایران به. یکی از موانع را در طی این چل سال این بازی است که خود نظام یعنی اهریمن این کلمه اهریمن به راستی لیاقت این نظام رو داره که اهریمن بر اساس قصه و اون چیزی که ما شنیدیم و میدانیم اینه که میتونه در لحظه و اشکال مختلف در بیاد بنابراین این میتونه آخونده دیگه میتونه سر منبر که هست همون لحظه شما رو بخندونه در لحظه میتونه شما رو به گریه واداره این قابلیت رو داره یعنی اهری منصفته هیچ آدم معمولی این کار نمیکنه و بعد تحت عنوان نمیدونم اصولگرا اصلاح طلب الان این بازی که در بودم من گفتم تحلیلم از این شرایط این بودش که این بازی که خود ساخته بود در حقیقت بر اساس قرائن و شواهد در مشهد اینا شروع کردند توی کوچه پس کوچه ای که فکر نمیکرد این به گر بگیره نبز جامعه رو از دست دادن، اینا به اقتدارشون خیلی مینازن اینا هنوز نیروهایی رو که دارن رو که بیرون نیوردن، اینا سربازار رو تو خیابون فرستادن. سپاه و نیروهای خودشون رو نیوردن، یادت باشه اینا هشت و شعبی دارن، اینا اون نیروهای هزبالله که جنگجوهایی که در لبنان سر بریدن اونا رو دارن اونا در ید اینهاست هنوز اینا رو نیوردن این بهترین سناریوشون این خواهد شد که در این جنگ به گرکا اون مثلا روحانی و اینا بیان و امتیازگیری کنن و مثلا فرض کن برن که دیدیم خاتمی که برای قبر ننش نمیتونست بره از خونهش بیرون بیاد اوردنش عکس و تفصیلات که بله رئیس مجمع موارزان رو خانه آخوند رو باوارز اومد اینجو گفت اینجو گفت بعدم اعلام این که حصر رو بر میدارم و آزاد میکنم و این ماجرا یکی از معوزل های جامعه ماست و گفتم بهترین سناریوشون هم همینه که مثلا به این سم حرکت کنن و بره خاتمی بیاد موسوی کربی رو آزاد کنه ولی یه مشکل اساسی وجود داره عدم اعتماد به این نظام مردم اعتمادشون رو به کلیت نظام از دست دادن و نگاه میکنی میبینی که این بار طبقات فرو دست جامعه تو خیابونن اگر در 88 به قول اونا به قول اوباش گفت سسولا تو خیابونن و طبقات بالا شهری بودن و یه خواسته مدنی داشتن این بار به قول رضای فاضلی خدا بیامور استخون به دستا استخون انواتشون دستشون گرفتن افتادن به جون آخوندا من از شما سوالم اینه که این جریان رو چجوری میخوایم بررسی بکنیم این این ماجرا رو تحلیل نهایی از این شرایط چیه به نظرت چه اتفاقی پیش روست من تحلیلم این بود که اینا نهایت زورشون این خواهد بود که برن موسوی کروبی بیارن یه ولی کار فکر نکنم به این آسونی حل بشه ممکنه این از سرکوب استفاده کنه مردم عقب برونه ولی این مردم گرسنه گشنه است این بر میگرده این, این عقب نمیشینه این ماجرای مردم زلزله زده تو این سرمای زمستان اینا بی پناهن اینا بر می گردن. این, این, این تمومی نداره این من خطری رو که در اینجا می بینم اینه که بریم به سمت یه خونریزی وحشتناک بریم به اون سمتی که اون فیلم هایی که به دروغ دارن پخش میکنن که پلیس مثلا وارد شده مغازه یارو سلفون ها رو می و اینا ما به اون سمت داریم میریم اون فیلم مربوط به ایران نیست درسته ولی این اتفاق دیریازود در ایران خواهد افتاد صحنه رو واقعا چجوری ارزیابی میکنی این ماجرای اصولگرا اصلاح طلب رو امروز چجوری میبینی این جنگ نابرابر رو بفرمایید تا بشنوید ببینید اگر بتونن اگر بتونن حتما تو این چون من یه نکته رو بگم که خوبه که خدا آخونده از یک مخالف خودشون از کسی متنفر از اونا بشنوند اینها تو مردم ایران تو نقطه بازم تاکید میکنم این قصدم توهین نیست انتخاب نیست این یک جبره که خورده بشون یعنی کسایی که مدن تو خیابون آخونده اشتباهی کردن این بود که مردم بردن ته خط اینقدر دزدیدند که چیزی در سفره مردم باقی نموند اینقدر تجاوز کردند که دیگه خلاصه از حد گذشت اینقدر اعدام کردند و کشتند به حد و حد حدودی داره میگن که زمان شاه به دقیقه وقتی ما آمار تیر باران شد داره اولا چریک مسلح اعدام میکن اکثر کسایی که کشته شدند و تیر بارن شدند قصد تایید و رد بود قصد بیان موضوعه چریک که مسلح میکشت بچه ده ساله رو نمیکش؟ معروف بود که دو تا برادر رو با هم اعدام نمیکنه یکیشون رو عبد میداد یکی رو میکش. یک نفسگاه های گذاشته بود و ملت رو نبرد که آقا نونشون رو همه اگر که مثلا بوغلمون نمیخورد نون پنیرش رو از صفرش ندازید اینها تا ته دزدیدند تا ته کشتند تا ته به فحشا کشوندن و این ملتی که اومده به میدون ببینید ملتی است که چاره جز این نداری یعنی آسیس گرسنه است مثل کسی میمونه که برده لب پردکا میخواید حلش بدید پایین اونجا درگیر میشه باشون حالا یا پیروز میشه یا نابود میشه این وضعیتی است که اینها پیش آوردند و خودشون بهتر از همه میفهمند که اوضاع چقدر خطرناکه و الان به نظر من مثل یک جانور تو سری خورده درن میلرزه پلیس و اینا رو من صحبت خواهم کرد و خواهیم دید بالاخره اگر با ضرب اسلحه میشد نگر داشت اگر با سرنیزه و کشتار میشد نگر داشت خیلی حکومت های دیکتاتوری الان سر جاشون بودند و ایران هم شرایطش فرق میکنه ولی اینها سعی میکنن همین بازی نمیدونم اصلاح طلب و اصولگرا و اینا رو دنبال کنن اگر بتونن یه امکاناتی بیارن یکی رو از هست در بیارن یکی یکی رو آزاد بکنن ولی من نه تحقیقم چون تحقیقا من تو ایران نیستم دانش من در این زمینه زیاد نیست و خودم خوانندم بیشتر امروز مثلا دو تا مقاله از آقای این روشن فکری بسیار ارجمند و شریف در سن 90 سالگی آقای آسیه جوادی من خوندم علی اصغر جوادی و از بیروز سرن و چند تای دیگه بسیار جالب بود برم تحلیلا میگم ایران ببینید ما از فرزند شاه و مجاهدین صحبت کردیم که دو قطبه اگر فرزند این دو قطب فقط وجود داشته باشه و مردم ایران بپذیرن خب هر کسی انتخابش میکنه برن انتخاب ولی ببینید توجه داشته باشیم ایران در با تمامیت خودش ما اینو نمیبینیم یعنی فراموش کردیم به دلیل خارج بودن جنگیده بخشی از این جنگ رو تا سال شست خود همین مجاهدین جلو بردن نکات بسیار مثبتی توشون بود شاعران جنگیدن نویسنده ها جنگیدن بعد از مبارزه زوردست مسلحانه ما مبارزات فرهنگی داشتیم ما کشتارهای قطعی زنجیرهای رو داشتیم که اینا دلیل داشت برای اینکه ایران خاموش نشده بود من همون موقع 15 سال قبل یه شعری داشتم گفتم میوزد در هر گذرگاهی به اوجه هر صلیب گیسوان خونچکان رادها آزادها گیسوان صد هزاران دخت و فور این وطن کشتگان تیر در خردادها مردادها خون ماه و ماختاب و خون بلبل خون گل خون آب و آفتاب و صرفها شمشادها ببینید جنگیدند این نشانه چیست ما مردم رو میبینیم ولی ما یه مبارزه دیگه هم داشتیم که تعطیل پذیر نبوده تو خارج کشور درسته که این پارلمانتا رو دیدن افشا کردن فلان کردن ولی ده برابر این در خارج کشور جنگیدن امثال سعیدی سیرجانی ها امثال علایی ها امثال نمیدونم خیلی های دیگه این نشانه زنده بودن جامعه ایرانه من بارها تحلیلا دارم میگم گفتم یه ساختمون که شما میسازید روکارشو میبینید گچو اینا ولی این ساختمون آرماتورهای خودش رو داره تیراهن توش به کار رفت شما یک نخل رو که یه جایی میبینید نشانه اینه که پشت این تپه یک نخلستان وجود داره وجود امثال دکتر ملکی ها وجود امثال نصرین ستوده ها وجود امثال نرگس محمدی ها وجود امثال من بیشتر با شاعران و اینا خلاصه سر و کار دارم و میخونم امثال حالو امثال استاد بادکوبه ای اینها ببینید اینا نمونه یکی نیست یکی شما میبینیم باید یک فضای وجود داشته باشه یک جو اجتماعی وجود داشته باشه که از توش نسل این بیاد بیرون یک زن جوان رو وقتی که میرن در اوج زیبایی و زندگی ده سال بهش محکومیت میدن وای میسه این پاش رو چی سفته اگر تنها بود میبرید دچار خلع میشد ولی نیست تنها نیست بیش از شیران حقیقی خالی نیست کسی که در مقابل دهان متعفن خامنه ای سرود آزادی میخونه در حالی که دختر جوانش در خطره در حالی که پسرش در مرز مرگه ببینید تنها نیست این وابسته به یک جنبشی است که ما نمیبینیم ما در خارج کشور رنج زیاد بردیم ولی فراموش نکنیم مثل مبارزان داخل در خطر دائم نبودیم محکی که اونا خوردن اونا گوهر وجودیشون بر سنگ خاره ملا آزموده شده و فرق داره با کسی که چهل سال است در خارج کشور یا مخفی است یا معلوم نیست کجاست و این افراد به نظر من این نمونه ها با نخستین موجی که ببینید ملا بیاد Reform بکنه ملا بیاد مثلا روحانی رو بهش امکانات بده جامعه رو باید یکم بذاره نفس بکشه با اولین نفس کشیدن تشکل ها شروع خواهد شد برای اینکه جامعه جامعه است که نیازمنده جامعه است که به طور شیک نیومده تو میدون و خودشون نشون خواهد داد الان هم واقعا در کم کمک خودشو رو میکنه این جناهای نمیدونم اصلاح طلب این حضرات الان ببینید وقتی که سنب پرزور شده من قبلا گفتم گفتم در طول تاریخ حفظ نظام مسئله اصلی بود میان معاویت ابن ابو صوفیان که آدم منفوریه و علی ابن عبی طالب که انسان متقی بود در نظر ما اینا حفظ میکردن مردم ایران براشون مهم نبود این بحث تاریخی اینه الان هم همینطور الان اصلاح طلب موقعی کل نظام در خطره مردم ده شایی براش ارزش ندارن همونطوری که من نشون دادم شخص شریف امام بزرگواری مثل امام جعفر صادق در مقابل حمله روم از خلیفه عباسی حمایت میکرد قضایه در روم میشه و به نظر من هر کار رژیم بکنه این رژیم باید بالاخره یه کمی الان مثلا میگن تو ایران یه مقدار چیزا ارزون شده من خبر دارم با چند تا صحبت میکردم جنس ارزون کردن ترسیدن یه کمی سفره مردم میخوان یه تیکه نونی بذارن توش بیایید آقا جون فضا رو آزاد کنید پس فردا اینهایی که تو اوج این اختناق اینطور فریادشون بلنده این نمایندگان جامعه اینا متشکل خواهند شد آلترناتیو درست خواهند کرد و با شما درگیر خواهند شد بنابراین امید نباشیم شیر بیش از شیران خالی نیست و به جز نیروهای خارج کشور در داخل کشور من تحلیلم میگم ایران بارها نشون داده بارها نشون داده که مام میهن در سخت ترین شرایط فرزند خودش رو زاییده امثال مصدق امثال بابک امثال یعقوب امثال ستارخان بزرگ و باز هم این میهن خواهد زایید برای اینکه ما در کل در این روند عقب نرفتیم ما جلو رفتیم خیلی چیزا رو نمیدونیم صبر کنیم خلاصه سهر تا چه زاید شبابستن است یکی از خطرهایی که تو این داستان واقعا وجود داره خود نظام اهریمنه هیچ خطری بالاتر خود این نظام نیست به نظر من با انتشار عکسای قلابی با انتشار روایت های دروغی با انتشار این و آن و اینکه این چه این میگه اون چی میگه و میگم کلی ویدیو این روزا میبینیم که اصلا ربطی به این ماجرا نداره مثلا یه دونه از میره پلیس اومدن توی مغازه است میگم ایران به این سمت داره حرکت میکنه ولی این فیلم مربوط به اینجا نیست پشت پیرن یارو نشته پلیسیا این مربوط به مکزیک یه اسپانیش زبانه یه جایی اونور دنیاست یا فرض کنید یه صحنه است مربوط به سال 88 که تو همون منطقه نظام آباد گرگان اون مناطقه من دقیق یادم نیست اون روز میدونستم الان فای سال گذشته از ماجرا که نشون میکردن خونه هایی که شب الله اکبر میگفتن فعال بودن اینا رو شناسایی میکرد طریق بقال و چقال محل و فضول باشی ها میذاشتن بعد که اوزا آرام گرفت اینا روزایی که مسلط شدن بر اوزا نه روزای اول نه مثل الان شلوغی نه یه ذره که مسلط شدن اومدم مثلا تو خیابون تو اون کوچه داد فریاد زد که آ کی کیه بعد مثلا با باتون زد شیشه ماشین این مال 88 الان خود دستگاه اطلاعاتی اینو منتشر میکنه به عنوان امروز یا یه آدم ابلحی که هیجان زده شده ولی من بیشتر این رو به دستگاه اطلاعاتی مربوط میدونم و اطلاعات نادرست اطلاعات مخدوش و یکی از این موضوعات اینه که دیدی که من همیشه گفتم میگفتش که و حال بنر زده بودن تو خیابون تابلوی بلند بزرگ و اصد ها نقاط پر رفته آمد که آی چه نشسته ای که ایران امن است به همت صدل و اینه که ایران رو امن نگه داشته وگرنه ایران سوریه میشه و مرتب در اینجا اوباشش مثل گنجی مثل این یاره متعفن محمد صهیمی متعفن کثیف رزل مثلا بی اخلاق که بله سوریزه کنن کلنگیزه کنن لیویزه کنن این مزخرفات نه اصلا سوریه رو بلده نه اونجا رو بلده نه اینجا رو بلده نه اصلا تاریخ بلده نه جغرافیا میدونه نه ادبیات و راجبش حرف میزنه مرد که یکی از موضوعات اینه که مرتب بهت میگه که آقا اگه اینجوری بشه نه من دارم میگم ما به سمت خشونت داره حرکت میکنه جامعه چرا که این اسیان کرده رهبر و مرجع هم نداره که بری حرفش گوش بده اعتماد نداره اون کار خودشو میکنه گرست نهست عصبانیه ظلم بهش شده تحقیرش کرده اینو ممکنه امروز یه جوری بکنیش تو سوراخ ولی از سوراخ دیگه میاد بیرون دوباره میزنه بیرون این تمومی نداره این نظام مغایر موجودیت حاضر جهانه اصلا نمیخونه یه مش گنگسترن یه مش قاچاخچی مواد مخدرن اینا نمیخونه ولی اینکه به از اینکه سوریه میشه از اینکه فلان میشه اینا دروغه اینا دروغ محضه این اتفاق نمیفته میخوام نظر شما رو راجع به این مطالب بیشتر بدونم بدونم که کنکاش کنم ببینم واقعا پشت و پسله صحنه رو شما چجوری میبینی؟ بفرمایید تا بشنه ببینید رژیم حرفای زیادی میزنه آخوند آخوند ببینید پلیدترین کسیفترین جنایتکارترین خون موجودی است که در تاریخ معاصر ایران وجود داره شما مطمئن باشید اینا اگه بتونن این جمعیت 75 میلیون رو حاضر نیمیشو به کشتن بدن ولی بمونن نشون دادن نشون دادن از آغازی که اومدند با پایه های ایدئولوژیکی که این مرام و مکتب نجاستشون داشته با تمام آینشون از مقدساتشون گرفته تا کار کردشون کشتن از بین بردن و ایران رو بردن لب پرتگاه لب پرتکا. و الان هم اینها با این اوباشی که دارن با چاوکشا با نمیدونم آدمکشانی که بسیش کردن اگر بتونن حتما سرکوب خواهند کرد در طول تاریخ هم سرکوب کم نبوده مثلا شما میدونید که تو شیلی بالاخره کودتا شد کشتن تو استادیوم به رگبار بسن ویکتور خارا رو دستش خورد کردن و اعدامش کردن نرودا رو کشتن تو بیمارستان خلاصه آمپولی بزرگترین شهر قرن یا تو اسپانیا و سه تا چهار میلیون کشته داد شکست خورد یا جنبش مشزنان چین اینها ولی ببینید ایران امروز به دنیا نیومده شرایط سیاسی و تاریخی آغاز قرن 21 شرایط پایان قرن بیستم نیست ما توی مملکت یه ملتی هستیم که هیفته هیجه تا قومیم تازه هم به دنیا نیومدیم من میگم بذاریم این ملت کمر راست کنه که دره میکنه خودش جواب اینها رو خواهد داد من در رژیم شاهد بودم بعضی کارکردهای این ملت رو از درون اینها تشکل بیرون میاد روزی که این ملت تصمیم بگیره و نمایندگانش از دورانی سر بردارن که سر برخواهند مطمئن باشید که دود خواهند شد این چاق و کشا و اوباشی که میخوان ایران سوریه بکنه ایران سوریه نیست ایران فرهنگش فرهنگ سوریه نیست ایران اقوامش اقوام سوری نیستن با احترام به مردم سوریه ببینید ما اینجا سه هزار سال زندگی کردیم ما سی میلیون آزری توی این مملکت داریم حدود نه میلیون از مردم ما کردن شیش درصد مردم ایران لورن اینا با هم زیستند اینها اومدن به میدون و درن میان روزی که اینا بیان این رژیم با تمام عمل و اکرش پوت خواهد شد شما مطمئن باشید تجزیهشون میکنه میگن بسیج و سپاه ببینید تا من هیچ ابایی ندارم بسیج و سپاه بخش عظیمی تجزیه خواهد شد برای اینکه اینا مردمن اینها برال سری با آخوند و خوردن اومدن دنبال عدالت خیلیشون و این شعارهایی که این بزرگان مملکت ما میدن در شرایط تازه که آجون به خشونت نکشه درست به نظر من دارم میدن زیرا هر که این جنبش نخست با آرامش جلو بره البته رژیم آرامش نمیخواد رژیم میخواد بکشه کشتار کنه بکشه به کشتار این سی خورداد بعد از سی خورداد خوشحال شد دیگه با اولین عملیات دستش باز شد روز دیویس نفر رو تیربارون کنه ولی الان سی خورداد و بعد از سی خورداد نیست هر چی بره جلو نیروی بیشتری بین ور جذب خواهد شد فضا روشنتر خواهد شد و روزی که اینا حماقت بکنند و اولین کشتار از مردم بکنند من به شما اطمینان میدم روز آخرشون خواهد بود ایران چنان شعله ور خواهد شد من اینو با تمام وجود و قلبم احساس میکنم با شناخت تاریخی مملکت با شناخت وضعیت کنونی ایران با شناخت این ملت لهشون خواهند کرد اینا رو پودرشون خواهند کرد در این شک نکنیم اینها این فیلم هایی که میسازن یه فیلمی گذاشته بودن که دوتا دختر جوان بود که بطری کوکاکولا بهشون استعمال کرده بودن و خونی بود بطری من فکر کردم واقعا مال چیزه فرستان برای آقای مستاقی که متخصص تو این کارا گفت نه اینو خود رژیم ساخته من ورش اینا این کارا میکنن برای اینکه رب چون میترسن رو پراکندن دلیل ترسه بیایید آقا بیایید به میدان این بار مجاهد نیست که در مقابلتون ایستاده فدایی و نمیدونم عضو حزب توده و پیشمرگ حزب دموکرات نیست این بار ای تمام ملت ایرانند که خواهند به میدون اومد و خودشون سازماندهی خواهند کرد از درونشون خواهد جوشید و لهتون خواهند کرد این اشتباه رو اگر بکنید سرنوشت شما دقیقا بدتر از سرنوشت قوم بنی امیه خواهد شد پس از سقوط حکومتشون که تا جنازه مردگانشون را از قبر کشیدن بیرون و به آتش کشیدن و به صغیر و کبیرشون رحم نکردن یک ملت داره به جنگتون میاد این ملت رو شما تا ته تراشیدید و الان بلند شده بیایید به میدون تا ببینید سرنوشتتون چه خواهد شد و این حرف آخره و من دوست دارم تاکید بکنم این مقاله بسیار ارزشمند آقای حاسی جوادی رو بخونید که تاکیدات خیلی خوبی کرده و گفته اینا میخوان ما رو به کجا ببرند و به جوان گفته در سن 90 سالگی از پدرشون بشمند و هوشیار باشند و سخن آخر این که در این باره خطاب به مله ها میگم که گوش داریده شر ایران گرچه در مدح شما زن به مزدان ایستاده در صف قوات ها گوش دارید شریران گرچه شیطان را شما بوده اید از روز اول برترین استادها یک نفس خاموش این ملت نیامد هر نفس گرچه بر فرقش فرو بارید بس بیدادها چیست در جرف سکوت سرد این فریاد سرخ همچه همچنان موجی که در دریای از فریادها چون کلافی کهکشان چون کلافی کهکشانی روشن از صد آزرخش چون قریب تندری از نای مردمزادها زادها می رویده ای رفتگان ای آخوندها در بادها از یادها یادها تا نیز خواهد گشت پاک از بادها در این شک نکنیم این ملت پیروز خواهد شد نه راسیم و از توته یک مشت رزد جنایتکاری که از وحشت جنایات خودشون الان به لرزه افتادن هیچ حراسی به راه ندیم البته کار سخت است ولی پیروزی با ملت ایران خواهد بود. این حرف من بله یعنی راهی دیگه باقی نمونده الا پیروزی مردم من به این ایمان دارم بگنه بیکار نبودم عمرم رو در این راه صرف کنم و این همه هزینه متحمل بشم که چون میدونم حق با ماست ما پیروزیم ما بر این اهریمن پیروز خواهیم شد اون چی که مهمه اینه که بشناسانیم تاریخمون رو بخوانیم جغرافیامون رو بیاد بگیریم ادبیاتمون رو ارج بنهیم اینا عناصر مهم پیشبرنده جامعه است تاریخ جغرافیا ادبیات به حال آقا سپاسگزارم این هم اولین برنامه سال 2018 بود که همراه شما بودیم بسیار خرسندم از همه مهر و محبتت به میهن و برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و پنجشنبه دیگر و گفتگوی دیگر متشکرم جناب یغمایی نازنین نشدید شما من تشکر کردم آقای یقنی ازتون ارز کردم هم. که پیروزی با. با ماست با. با تو شما و موفق باشید متشکرم سپاس گذارم گاهم ما یاد اومدید که این صداها رو درست وصف کنیم این اتفاق رو میفت به های ممنونم از همه شما نازنینان سپاس از همه مهر و محبت شما اگر این برنامه ها مورد توجه شما هست مطمئن باش که دوستان شما هم بی علاقه نیستند که مطلع شوند بنابراین در معرفی سایت میهن کوشا باشید سایت میهن تیوی رو به دوستانتون معرفی کنید بخش مقالات یاد روزانه رو جدی بگیرید و بعد هم این لینک ها فراموش نشود مهمترین مسئله وضعیت مالی یه رسانه است باید تکیفش روشن باشه و ما به سمت دوران سختی داریم پیش میریم اگر میتوانی در این زمینه همتی کنید متشکرم از شما